دو ساه در این برنامه. نرم نرمک می رسد اینک بهار، خوش به حال روزگار. ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار، گر نکوبیم شیشه غم را به سنگ، هفت رنگش می شود هفتاد رنگ. واقعا با لباس های افغانی بسیار مقبول معلوم میشی. تشکر، خودتانم خیلی مقبول دیده میشی. در روزای شروع بهار کجا پلان داری بری؟ مثلا خانه فامیلا یا چکرده باغا. قلم بر دست من بگذار که من کاشانه میسازم، از این ویران سرا روز برایت خانه میسازم. من تاجک هستم، جانم هزاره، نفسم پشتون، رگهایم ازبک، قلبم بلوچ، خونم افغانستان. چی باعث شد که دگلمه را شروع کردی؟ چرا خواستی یک دگلماتور شوی؟ یک سال شده که من علاقه‌مند هستم. باز یک الگو خود داری. الگوی خودت کیست که زمان شروع کردی جا دوستش داشتی؟ مروت جان، تجلا جان، تو چند تا شعر داری؟ 50 تا. از دل هر شگوفه‌ای بوی بهار میرسد، به چه صدای دلکشی نغمه یار میرسد. فصل بهار میرسد، موسم عاشقی شود، من به فدای هر قدم با چه وقار میرسد. سلام و وقتتان بخیر هموطنان عزیز. بهار 1403، تولد دوباره طبیعت و بهاری که همه در انتظارش بود، از جمله خودم و شما. شما عزیزانی که دور از افغانستان هستین، خدا کنه که شما مانند ما از بهار لذت ببرین و تجلیل کنین. امروز مهماندار هستم، البته امشب چون ثانیه های آخر شب است و تبدیل میشه سال از 1402 به 1403، و ناگفتنمون همکار خیلی خوب ما، همکار عزیز ما با لباس های افغانی، اصیل مردم ما در برنامه غوغا کرد. سلام، خوب استی؟ سلام خدمت لالا تمیم، سلام خدمت مهمان عزیز تجلا جان، و یک سلام خاص خدمت همه شما بیننده های عزیز. خوش آمدین به یک از برنامه های دیگه آی بی. سلامت باشی. راستی بهار نو برات مبارک، لباس های مبارک، واقعا بسیار مقبول است. تشکر، بهار نو شما مبارک. سلامت باشی، زنده باشی. همچنان مهمان کوچک، مهمان دکلاماتور و عزیز ما، ببینیم که چه گفتنیای داره. اول خوش آمدی. تشکر. کمتر بلند. تشکر. سلامت باشی، خدا معرفی کو. هرچند من میشناسم تجلا هستی، بعضی دوستم شاید بشناسه، ولی در کل خدا معرفی کو تا بیشتر بشناسید. خدا وقت نخواهد، عمر دنیا سر نخواهد شد. خدا وقت نخواهد، عمر دنیا سر نخواهد شد. گلوی خشک صحرایی به باران تر نخواهد شد. او تا وقت نخواهد، برگ از کاجی نمی افتد، و باغی از هجوم بادها پرپر نخواهد شد. به نام خداوند مهربان، آفریدگار هر دو جهان، درود صلوات بر بهترین عالم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و ادب دارم حضور شما و بنده های عزیز. امیدوارم جور صحتمند باشید. تجلا حیدری هستم، متعلم صنف دوم، 7 ساله. بشک راستی بهار چیگونه آغاز میکنی که ثانیه های اخیر امشب است، بخیر فردا روز اول سال 1403. تجلیل نکردی از بهار نو؟ کدام نهال شوندی در خانه یا نه؟ نشانده. خب فاطمه جان، ما آمادگی
به خاطر برنامه ویژه ما گرفتم. این برنامه واقعا ویژه است. یکی این که مهمان تجلا ایدری است، شادخت خیلی خوش صدا و خوش سیما دکلمه میکنه، همچنان فاطمه امینی همکار خیلی خوبه. فاطمه جان، در روزای شروع بهار کجا پلان داری بری؟ رمضان از جای میری؟ من؟ میرم اما نه کجا؟ جاهای دور. کجا میری؟ من مثلا خانه فامیلا یا شکرده باقا. خب باز رمضان آمد دیگه، شما خود روزه ندارین دیگه. وا به جان ما. دوستا به این خاطر سفره و میز ما امروز خشک خالی است، چون رمضان است. ما با پاس رمضان و روزه‌ای که ما داریم، خداوند قبول کنه از همه ما را، نتونستیم که تجلیل از بهار نو و یا هم سمنک اف میوه کنیم. اف میوه، واه واه واه، از اف میوه نگوین که بسیار دوست دارم اف میوه را. اف میوه را دوست داری؟ میشناسی اف میوه را؟ خیلی نام بگی، چند اف میوه را به من نام بگی، چند دانش اگر یاد رفت مشکل نیست. خیره نشد؟ خب من میگیرم. نه فاطمه جان، هم از فاطمه جان نام میگیری؟ ما چند تایش یاد مرسم. اما کدامایش که یادت نیست نام بگی؟ یادت نیست. برو. یکیش بادام است، یکیش سنجید است، دیگر راشه نمیدونم. دیگهش کشمش است، دیگه کشته است، رنگ دیگه است. رنگ دیگه هم هست؟ خب نه دیگه. دوستا رنگ دیگ دو دیگه استفاده نمیشه، مشوخی کردم. آه، نه. چی چیم استفاده میشه؟ کشمش، اشتخباره، چارمغز و سنجد دیگه؟ بادام، پسته، خسته. خلاصه هر چیزی که دوست دارین پرتین، او هفت میوه نیست و بیست میوه است. خب فاطمه جان، یک دگلمه از خودت میشنویم؟ خیستم. واقعا با لباس های افغانی بسیار مقبول معلوم میشی؟ تشکر، خودتانم خیلی مقبول دیده میشین. خب چطور است لباس افغانی پیرانتنبان که ما پوشیده؟ خیلی خوب است. بسیار تشکر. بشنویم دوستا. از دل هر شگوفه‌ای بوی بهار میرسد، به چه صدای دلکشی نغمه یار میرسد. باد بهار میوزد، شاخه به شاخه میخورد، چهچه بلبل صبا زمزمه وار میرسد. فصل بهار میرسد، موسم عاشقی شود، من به فدای هر قدم با چه وقار میرسد. زلف تو بر مشام من بوی بهار میدهد، شمه دلبرانه از تو نگار میرسد. مژده که عطر ارغوان سوی دیار میرود، مژده که عطر ارغوان سوی دیار میرود. ره بگشا کز این گذر حضرت یار میرسد. واه 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 واه، بیشک سلام میتون به میرقم دگلمه. چطور بود دگلمه تجلا؟ خوب بود. خوب بود؟ از ده نمره چند نمره برش میدی؟ ده. چند؟ ده نمره. از چند نمره؟ از ده ده؟ بیشک، اینه دوستا خوششان آمد. خب خیلی، حالا ببینیم دگلمه تجلا چیست؟ قلم بر دست من بگذار که من کاشانه می سازم، قلم بر دست من بگذار که من کاشانه می سازم. از این ویران سرا روز برایت خانه می سازم. برک ها خون رستم هز به قلبم صبر فردوسی،
برکا خونه رستم از به قلبم صبر فردوسی، قلم بر دست میگیرم و یک شاهنامه میسازم از این کشور که چون مادر مرا از جان خود پرورد، شکوه و شان میبخشم و یک افسانه میسازم. ولی حال خرابت خوب من دیوانه میسازم. پرستوهای در زندان، پرستوهای در زندان نباشید ناامید هرگز، که من باقی وطن را باز پر پروانه میسازم. من تاجک هستم، جانم هزاره، نفسم پشتون، رکهایم ازبک، قلبم بلوچ، خونم افغانستان. بشک تلدوی افغانستان، زنده بود افغانستان، زنده بود افغانستان. بیشک به خودمو که ما افغان هستیم افتخار میکنیم. پرتو چک تخی خودتون. آفرین دوستا. واقعا با دگلمه های این نونه حالا آدم گوشت میگیره و آنقدر احساس غرور میکنه که ما هم کشور هستیم مستقل. بیشکتان خب افغانستان دوست داری، دگلمه کردی. بعد از شروع سال دوستا، سال تعلیمی میشه، زنگ مکاتب زده میشه. من دعا میکنم دمی آخرای شب سال نو، بهار نو، تمام مکاتب باز شوه و خواهرای ما برن دوباره تحصیل ادامه بتن و به شوق و دل میلشان یک رشته را انتخاب کنن. او زمان میشه هم خورما هم ثواب. خب فاطمه، خودت هیچ گفتنی نداری، رقم ساکت هستی، چرا؟ نمیفهمم. خب درباره سال نو، بهار نو بگو. یعنی بهار نو که آمد بعد از روز دومش مکاتب شروع میشه، مکتب بخیر میری؟ امی زنگ مکتب که میزنن برنامهش، شاید برنامه باشه که خودت دعوت کنن به خاطر دگلمه. چطور؟ مترس. کدام مکتب است؟ من در مکتب لسال دانا درس میخوانم و در کل برنامهش من اونجا یک شعر میخوانم همیشه؟ بیشک. اینه دوستان، هموطنان عزیز، دور از افغانستان شما هستین. سال 1403 آمد و خداحافظی با 1402. شما ما را حمایت کنین، چینل ما را که اینمین اکنون بیننده هستین در پایین صفحه میایه سابسکرایب. اگر شما سابسکرایب کردین، دوستایی که تازه میاین، شما خوش آمدین با جمع خانواده آی بی و شما همیشه لایک کنین، کامنت کنین، نظر بتین به ما. ما هم روحیه میگیریم، جدیدترین برنامه های اما تو مزدار براتون تقدیم میکنیم. حالا هم یک دگلمه دیگر از کوچک دوست داشتنی و شادخت افغان که از لباسش سمبول و لوگویش هست، معلوم میشه که افغان است. بفرما. بیا تا شمع هم، پروانه هم، یار هم باشیم. در این صحرا بهار هم، گل هم، خار هم باشیم. شبان تیره را روشن کنیم از مهر یک دیگر. در این تاریک محفل شمع گل رخسار هم باشیم. تمام شد؟ بشک. خب حالا میشنویم از تجلا. وطن خاکت شوم، جان تو زخمی است. وطن خاکت شوم، جان تو زخمی است. سراسر کوه و دامان تو زخمی است. نگه کردم به کندز و شمالی، ز کابل تا به پروان تو زخمی است. گذشتم از سر پل با غم و درد، غم و درد و شپرغان تو زخمی است. نمیآید صدای عندلیبان، به باغ و راغ و مرغان تو زخمی است. وطن شبهای تارت را بنازم، وطن خاکت شوم، جان تو زخمی است. تمام شد؟
خدا نکنه زخمی نیسته دوستا، وطن ما جور تایوان است. فاطمه جان درباره برنامه بگو که هفته که گذشت یک ویدیو دیگه تام غوغا کرد در اینستاگرام چینه لایبی، 1,000,000 بازدید گرفت. چقدر؟ 1,000,000. 1,000,000 دیدی یا نه؟ آه دیدم. چقدر خوش هستی؟ نظر ممو بود که در قفس باشد پرنده. آها آها. بال میخواهد. ولی ویدیوهای مرا زیادترین بازدیده که میگیره از 20,000 زیاد بازدید نمیگیره. چرا؟ نمیفهم. بر دوستا بگو که تمیمم تشویق کنید. آ دوستا دیگه چی کنن؟ اونه کمرا تمیمم تشویق کنید. آم ویدیوهای مرا هم لطفا در اینستاگرام بازدید کنین و ببینین، تماشا کنین، انشالله بالا بره بازدیدهای ما. ویوش مانند 1,000,000 خواه اصلا نمیشه مانند فاطمه، ولی بازم دمی 5,000,000 هم صحیح کفایت میکنه. 4,000,000 5,000,000 درست؟ آه دگلمه بعدی رو مشنویم. نرم نرمک میرسد اینک بهار، خوش به حال روزگار، خوش به حال چشمه ها و دشت ها، خوش به حال دانه ها و سبزه ها، خوش به حال غنچه های نیمه باز، خوش به حال دختر میخک که میخندد بناز. ای دل من گرچه در این روزگار، جامه رنگی نمی پوشی بکام، باده رنگی نمی نوشی بجام، ای دریغ از تو که مثل گل نرقصی با نسیم، ای دریغ از من که مستم نسازد آفتاب، ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار، گر نکوبیم شیشه غم را به سنگ، هفت رنگش می شود 70 رنگ. بیشک هفت رنگ امو هفت سین است نه؟ آه. آه. خب تجلا، تجلا یک رقم دختر عاجز، دختر سایلند است. چرا؟ مچم. چرا تو چم؟ چرا مچم؟ خب تجلا یک دگلمه دیگه هم داره، بفرما. من زبان پارسی را پاسداری می کنم، من زبان پارسی را پاسداری می کنم، این بیان خیش را فرهنگداری می کنم، گلشن باغ ادب را آبیاری می کنم، واژه‌های ناب آن را ساختاری می کنم، چون زبان ماست گنج معرفت اندر جهان، چون زبان ماست گنج معرفت اندر جهان، هر یکی را هر کجا حرمت گذاری می کنم، می زنم بر فرق هر یا و سرا چوب ادب، می زنم بر فرق هر یا و سرا چوب ادب، از حریم ملک معنی پاسداری می کنم، هست صلح و عشق جاری در زبان پارسی، هست صلح و عشق جاری در زبان پارسی، هر جماعت را به لطف مهر یاری می کنم. واو بشک بشک، با این دگلمه ها واقعا هم احساسی را می کنم که همیشه میماندار باشم و هم احساس را می کنم که سبب رشد استعدادا مانند تجلا ما میشیم، مانند مروت جان احمدیار که جایش خالی است و مانند فاطمه جان قند. هموطنان عزیز، شما که دور از افغانستان هستین، فامیلایی که داخل افغانستان دارین، در کابل و 34 ولایت هر جایی که هستن، دوست دارن یک روز مهمان ما در برنامه باشن، پس شما در صفحه فیسبوک ما مسیج کنین و یا هم تمیم نفیسی را پیدا کنین، پل ارتباط من میشم و یک روز دعوتشان میکنم در برنامه. باید است یک استعداد داشته باشن تا ما تقدیم شما کنیم. بسیار تشکر. یک دگلمه دیگه هم داری ولی او را بعد از دگلمه فاطمه میشنویم. درست؟ درست. آها فاطمه جان چطور بود دگلمه؟
خیلی عالی بود، فوق‌العاده بود. علاقه‌مندایی که در صفحه فیسبوک داری، در اینستاگرام، یوتیوب، اونا منتظر ازی هستن که بعض وقتا ما کومنت شانه به خانش بگیریم. یک وعده کو برشون چی زمان ما بیاییم به خاطر کومنت خانی؟ خب من نمیفهم دیگر وقتی که هر وقت که شد نه؟ خب خیر دوستا، شمایی که کومنت نوشته میکنین بدون جواب نمیمانه، انشالله بر شما ما به خانش میگیرم. هفته که ما پیش شروع داریم، اگر ما مهمان در برنامه نداشتیم، فقط کامنت های مقبول شما را در خانش میگیریم. بفرما. اگر سوزی کتابم را بر روی خاک بنویسم، جواب امتحانم را به برگ تاک بنویسم، قلم را گر شکستی خوش نشو من در نمیمانم، بر روی جاده نمناک باش خاشاک بنویسم. مده از میوه باغت اگر چه گشنم، اما مرا بگذار در مکتب که سیب و ناک بنویسم، مرا بگذار در مکتب که سیب و ناک بنویسم. اگر هر نام دیگر اندکی خط خط شود خیر است، ولی من نام وطن را هر کجا پاک بنویسم. واه 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 واه. دوستا، در همیشه داخل افغانستان که بودین شما و عزیزایی که داخل افغانستان هستین، در روز دوم زنگ مکاتب زده میشه، همه میره به طرف دروازه مکتب و بعضی ها که نتیجه نگرفتن، بعضی ها مشروط ماندن، بعضی ها ناکام، دیگر میرن صنف سال که قبل خوانده را ادامه میتن و بعضی ها که کامیاب شدن با درجه عالی مانند دو عزیز، اونا میرن یک صنف ارتقا میکنن بالا میترین. همچنان روز دوم زنگ مکاتب و باز شدن مکاتب، روز سوم سال 1403 جشن دیقان می باشد. یعنی دیقان تمام کمایی هایی که کرده، یعنی چیزی که تقدیم ما و شما کردن در یک سال، او را میارن به نمایش. تولیدات وطنی افتخار تاجر و افتخار دیقان است که اگر خواست خدا باشه انشالله یک برنامه هم من می گیرم. الان میریم به طرف عزیز ما که چی دکلمه میکنه. عاقبت خاک شود حسن و جمال من و تو، عاقبت خاک شود حسن و جمال من و تو، خوب و بد میگذرد وای به حال من و تو. قرعه امروز به نام من و فردا دیگری، میخورد تیر اجل بر پر و بال من و تو. مال دنیا نشود صد ره مرگ کسی، گیریم که کل جهان باشد از آن من و تو. هر مرد شتربان ویسه قرنی نیست، هر مرد شتربان ویسه قرنی نیست، هر شیشه گل رنگ حقیقی یمنی نیست. هر سنگ و گل گوهر نایاب نگردد، هر احمد و محمود رسول مدنی نیست. بر مرد دلان پند ند خیش میازار، زیرا که ابو جهل مسلمان شدنی نیست. جایی که برادر به برادر نکند رحم، بیگانه برای تو برادر شدنی نیست. واه واه، بیشک والله، واقعا بیگانه برادر شدنی نیست، ولی بعضی ها از برادرم کرده پیش نه. تجلا چی باعث شد که دکلمه را شروع کردی؟ چرا خواستی یک دکلماتور شوی و چقدر علاقه مند داری؟ یک سال شده که من علاقه مند هستم. آها، یک سال میشه. کی تشویقت کرد؟ مادرم و پدرم. خواه مادر و پدر، باز یک الگو خود داری. الگوی خودت کیست که زمان شروع کردی جا دوستش داشتی؟ الگویم کدام دخترک است؟ کلان است؟ خرد است؟ بچه است؟ کی است؟ مروت جان. مروت احمدیار میشناسی؟ آه، از مکه دزیاد نه؟ ها دوستا،
تجلا از زمان شروع کرد که تقریبا یک سال میشه و دکلمه ها را زیاد تعقیب میکرد، حتی در فن بیان هم درس خوانده. نگفتن همان خیلی استعداد داره. یک الگو هم به خود تعیین کرده، مروت جان احمدیار است و مروت و مرجع کستی خوش آرام باشی. خب چند تا سوال از تجلا جان داشت. تجلا جان تو چند تا شعر حفظ داری؟ 50 تا. 50 دانه. 50 دانه شعر. واو. یک دانه شعر حفظ ندارم. نه باز من تا جایی که میبینم شما گوینده موفق هستین، میتونین حفظ کرده میتونم. دقیقا اقدر در زمانش اقدر لغات حفظ کردیم که فعلا نمیشه بگویم بیان کنم. دیگه سوال گفتی دارم؟ تجلا جان گفتی که در مکتب صنف دوم هستی، باز چندم شدی؟ اول سعیز. خودت از فاطمه جان سوال داری؟ خودت در مکتب چند شدی؟ چندم نمره شدی؟ من در مکتب اول نمره شدم. از ما هم سوال دارین؟ خلاص بیاین شما دو برنامه رو دو نفر پیش ببریم، من میرم بردار. دوستا همدلی ما ادامه داره، شاد باشین، سبز مانند بهار باشین. من تمیم نفیسی هستم، من که میبینیم من تمیم هستم همیشه، اینم تو خوش خندان باشین، چون من در رمضان خنده کردن هرچند قدر شیمام نیست و کار خوبم نیست، ولی به پیشواز از بهار که انظر ما شاد هستیم. همینطور است نه؟ خودت خونه دیگه، خودت خود روزه رو دیگه ماشاءالله گرفتی یا خوردی؟ روزه نگرفته. چند دکلمه از خودت باقی است؟ یک شعر دیگه میخوام. یک شعر دیگه از خودت تمام شد؟ آخرین دکلمه رو میشنویم دوستا و او زمان ما و شما هستیم. همچنان پل ارتباط گفتم فیسبوک ما هست، چین لایبی، میتونین ما را پیدا کنین و یک استعداد بر ما دعوت کنین، ما هم در برنامه میاریمش. انشالله خوب دگلمه میکنم. روزی که سخن ز عشق عاشق بشود، روزی که وطن شبیه سابق بشود، مرغان مهاجر به وطن برگردند، هر کس به خدا پشت وطن دق بشود، این شب که همیشه شب نمیماند هیچ، این بغض به زیر لب نمیماند هیچ، من مطمئنم که درد درمان دارد، این فصل بد و غم زده پایان دارد، باور داریم دوباره آزادی را، در سینه خود امید آبادی را، لبخند خودش به جای بم خواهد شد، یعنی که ستم دوباره گم خواهد شد، عشق و غزل و ترانه بر خواهد گشت، بی جا شدگان به خانه بر خواهد گشت، قصر دیگران به کوه و سنگش نرسد، دنیا همگی به ده مزنگش نرسد، این ساز شکسته را بیا سر بکنیم، هی شام هرات را تصور بکنیم. واو، به شک امی دگلمه، امی واو گفتن خوب مچ میکنه. چطور بود دگلمه؟ خوب بود، عالی بود. عالی بود؟ و هموطنان عزیز، ما هم مجبور هستیم خداحافظی کنیم چون وقت برنامه تمام است. دایرکتر برنامه میگه تمیم جان وقت تمام است. بچشم چرا نه؟ همچنان فاطمه جان چی گفتنی داری؟ دوستای عزیز، چینل آی بی را لایک سابسکرایب کنین، ما به حمایت ها نیاز داریم، زنگوله پهلوش هم فشار بتن تا شما اولین کس باشین که از برنامه های بعدی ما با خبر میشین. بازم بر شما 1403 تبریک. بر شما هم تبریک. سپاس. و تجلا چی گفتنی داره؟ نداری گفتنی؟ خوش آمدی در برنامه. تشکر. سلامت باشی، بهار 1403 خودت هم تبریک. از شما هم تبریک. سپاس. و بیننده های عزیز، بهار شما سبز باشه و همیشه بهاری باشه.
جا داره در اخیر برنامه تشکری خاص کنم از رستوران مندیره بابت لوکیشن همیشگی برنامه های تمیم نفیسی با فاطمه امینی. همچنان آدرس 49 مجید مال منزل 3. اگر دوست داشتین یک افطاری با مزه داشته باشین پس تشریف برین دی رستوران. تا برنامه های بعد الله یار و مددگارتون.